بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. نهمین جلسه از جلسات صوت و لحن رو در ارتباط با مقدمات نغمه شناسی خدمت شما ارائه میکنیم. قبل از اینکه وارد بحث نغمه شناسی بشیم، نیاز هست در ارتباط با مبانی که ما با استفاده از اون مبانی وارد مبحث نغمه شناسی میشیم رو خدمت شما عرض کنیم. همونطور که بدونید، یکی از مهمترین منابعی که در ارتباط با استفاده از لحن عربی در تلاوت سالهاست مورد استفاده افراد قرار میگیره، حدیث شریفی است از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند اقرا القرآن به الحان العرب یا به لحون العرب و اصواتها و ایاکم و لحون اهل الفسق و اهل الكبائر فانه سیجیء من بعدی اقوام یرجعون القرآن ترجیع الغنا و النوح و الرحبانیه لا یجوز تراقیهم یا تراقی. حضرت در این حدیث فرمودند که، یعنی همه رو امر کردند به این که قرآن رو با لحن و صوت عرب ها بخوانید و مبادا از آهنگ ها و لحون اهل فسق و اهل معصیت استفاده بکنید، و بشارت دادند که بعد از من اقوام میان که قرآن رو فقط برای به صرف غنا و نوح و موسیقی، اون چیزی که تحت عنوان موسیقی کلیسا معروف هست، با این حالت و با این شیوه ها میخونن. در اینجا مباحثی وجود داره که بسیاری از اهل نظر معتقدن که اشاره حضرت به دو مفهوم صوت و لحن عرب ها ابداً به معنای استفاده از آهنگ ها و الحان عربی نیست، بلکه مقصود حضرت در واقع گویش عربی و لهجه عربی است. یعنی قرآن رو با لهجه و آهنگ و لحن عرب ها بخونید. ما بر اساس سه دلیل محکم و کاملا روشن برای شما خواهیم گفت که با توجه به چیزهایی که در خود روایت وجود داره، حضرت معنایی رو مورد نظرشون بوده که همون چیزی است که امروزه تحت عنوان صوت و لحن ما میشناسیم. اولین دلیل این که در خود عبارت جملات وجود داره که حاکی از این مدعاست. ایشون فرمودن در ادامه صحبت خودشون که مبادا از لحون اهل فسق و اهل گناه استفاده کنید. وقتی که ما نگاه میکنیم به این جمله، لحون اهل فسق و اهل کبائر، یعنی کسایی که از موسیقی که در اون معصیت میشه استفاده میکنن، وقتی به این معنا نگاه میکنیم کاملا مشخص است که حضرت معنایی به جز معنای موسیقایی لحن در نظرشون نبوده، وگرنه این جور عبارت ها نیازی نبود که برده بشه استفاده بشه. چرا فقط اشاره به به اصطلاح اقرا القرآن به الحان العرب و اصواتها کافی بود. بنابراین صحبت تکمیلی ایشون حضرت در ارتباط با عدم استفاده از سایر لحون که بعد در ادامه هم آمده از اهل الغنا و نوح و رهبانیه، حاکی از این هست که منظور حضرت معنای موسیقایی صوت و لحن بوده است. دوم این که اگر حضرت میخواستن برای بیان چنین مفهومی، یعنی استفاده از در واقع شیوه صحیح خواندن قرآن، تلفظ عربی میخواستن استفاده بکنن و در روایت به این معنا اشاره داشتن، بایستی از واژگان و کلمات صریح‌تری استفاده میکردن. چرا به هر حال کاربرد صوت و لحن در کنار هم مفهومی به جز یک مفهوم موسیقایی ازش حاصل نمیشه. و مطلب سوم این که به نظر میرسه که این عبارت در برابر سوالاتی بوده که در آن عصر و اون دوره مطرح بوده. یعنی این که وقتی که حضرت فرمودن زین القرآن به اصواتکم و امثال این موارد، خب این سوال برای مسلمانای اون زمان مطرح می شده که ما چگونه بایستی قرآن رو با صوت زیبا بخوانیم. بنابراین حضرت با ارائه این ملاک و معیار سعی کردن که جوابی
برای این سوال‌هایی که احتمالاً در اون زمان مطرح بوده، یعنی اینکه قرآن رو بایستی با لحن و صوت عربی بخونید. نکته ای که در اینجا هست اینه که ما در این زمان مصادف هستیم با مواجه هستیم با اینکه به هر حال اگر ما بخوایم از لحن و صوت عرب استفاده بکنیم، این عرب در زمان حاضر چه عربی است، کدام عرب هست و از کدام عرب بایستی استفاده بکنیم، در حالی که میبینیم که تنوع فرهنگ ها، تنوع موسیقی ها و تنوع تلاوت ها به قدری است که باعث شده مکاتب مختلفی هم در موسیقی عرب هم در نوع شیوه تلاوت قرآن وجود داشته باشه. در یه همچین حالتی بهترین شیوه برای انتخاب بهترین صوت و لحن عرب به نظر میرسه که مراجعه به سلیقه عمومی مردم هست، یعنی جایی که وقتی که نگاه میکنیم میبینیم مثلا در بین ملل عربی که الان صاحب سبک هستن، صاحب شیوه هستن در موسیقی یا در تلاوت قرآن، مثل عراق، مثل کشورهای خلیج، مثل مصر، مثل شمال افریقا، زیباترین نوع ارائه آیات قرآن مربوط به مصری هاست و این چیزیست که نه تنها مورد توجه ما ایرانی ها، بلکه وقتی به کشورهای آسیای شرقی میریم یا به بسیاری از کشورهای حتی عربی هم میریم نگاه میکنیم که شیوه و منهج مصری ها مورد توجه قرار داره. بنابراین سلیقه عمومی مسلمون ها در تشخیص بهترین صوت و لحن عرب به نظر میرسه که سلیقه قابل اعتمادی باشه. بر این اساس ما در بین مکاتب مختلف موسیقی عربی، مکتب موسیقی مصر و شامات که در واقع اصلی ترین جریان موسیقی در کشورهای عربی هست رو انتخاب کردیم و برای همین هم به شناخت مقامات عربی که در این مکتب هست در ادامه خواهیم پرداخت. این رو از این جهت عرض کردم که عزیزان توجه داشته باشد، ممکنه مثلا مقامی در بین مقامات عربی وجود داشته باشه که در مباحث ما مطرح نشه و مثلا در موسیقی عراق یک چنین مقامی وجود داشته باشه یا در موسیقی خلیج مورد توجه واقع بشه. پس این رو باز من تأکید میکنم که ما در اینجا مقامهایی که در تلاوت قرآن مصری که اونها هم مستقیما از مقامات عربی موجود در کشور خودشون استفاده کردن، ما این مقامات رو انشاءالله در ادامه باز خواهیم شناخت. این یک مطلب. اما موضوع دیگری که بسیار مورد استفاده عزیزان است و در جلسه قبل ما بشارتش رو دادیم که در ارتباط با اون موضوع صحبت میکنیم، بحث فواید و آثار نغمه شناسی است. در هر حال ما این نغمات رو میشناسیم و خواهیم شناخت، اما با چه فایده‌ای، با چه هدفی، با چه روی کردی؟ چیزی که خیلی برای ما مهم هست اینه که ما بدونیم شناخت الحان و مقامات عربی چه فایده‌ای برای ما داره. چندین فایده بر این شناخت مترتب هست. اول اینکه شما به وسیله شناخت الحان و مقامات عربی توان لحنی خودتون رو افزایش میدید، از اینکه بتونید به طور صحیح از یک مقام به مقام دیگر منتقل بشید یا از یک مقام به گوشه های اون مقام منتقل بشید، این بسیار دست قاری رو در این بخش باز میکنه. دومی که قدرت ابتکار و خلاقیت قاری رو افزایش میده و حتی اگر کسی شناخت خوبی از خواص نغمات داشته باشه میتونه به وسیله این شناخت نغمات جدیدی رو وارد عرصه قرائت بکنه، کما اینکه در قراء مشهور مصری دیده شده که در مقاطعی از زمان اینها نغمات جدیدی رو وارد عرصه تلاوت کردن که قبل از اون سابقه نداشته. خب بدیهی است که هنوز این ظرفیت به طور کامل وجود داره که از نغمات جدیدتری هم بشود در تلاوت استفاده کرد یا از ترکیبات جدید. سوم این که از فالش و خطاهایی که ممکنه در گرفتن پرده های صحیح برای یک مقام ممکنه حاصل بشه قاری مسئول میمونه به وسیله این شناخت. مطلب چهارم این که اگر یک قاری بتونه گستره نغمات عربی رو از پایین ترین حد تا بالاترین حدش بشناسه، میاد و بر اساس این شناخت گستره صوتی خودش رو هم اندازه گیری میکنه و میفهمه که در چه حدی میتونه قادر هست از این نغمات استفاده بکنه و این نغمات رو در تلاوت به کار بگه، که بسیار مطلب مهمی است.
پنجمین خاصیت و فایده شناخت مقامات و نغمات عربی این هست که قاری به وسیله این شناخت میتونه تنوع و در واقع دگرگونی بیشتری در تلاوت خودش ایجاد بکنه، چه از نظر پرده و چه از نظر نغمه. مطلب بعدی یعنی ششمین خاصیت نغمه شناسی این هست که شما به وسیله این شناخت میتونید بین اجزای یک مقام اصلی که همون نغمات فرعی هستند ارتباط بهتری برقرار بکنید و در واقع ردیف خوانی صحیح تری داشته باشید در جایی که نیاز به این موضوع هست. هفتمین خاصیت شناخت نغمات این است که به هر حال میدونید که ما در میان انغام عربی مقام‌های مختلفی داریم که تأثیرات مختلفی روی انسان ایجاد می‌کنند. برخی از این مقامات حالت شادی در انسان ایجاد می‌کنند، برخی حالت حزن و حتی می‌شود گفت که برخی از اونها هیچ به اصطلاح رجحان و برتری از نظر حزن و شادی به هم ندارند، مثل مقام راست. برای مثال مثلا مقامات محزون مثل سبا یا نهاوند در مقابل مقامات شادتری مثل سگاه یا عجم یا چهارگاه، اینها وقتی که شما خواص این مقامات رو شناختید به وسیله این خواص روحی و عاطفی میتونید در واقع گزینه‌های بهتری رو برای ارائه آیات انتخاب بکنید و هرچه بهتر این مزامین و مفاهیم آیات رو بیان بکنید. و بالاخره آخرین فایده شناخت نغمات این هست که شناخت نغمات و گستره الحان عربی دست قاری رو در ارائه این الحان باز میکنه، یعنی گزینه‌های بیشتری رو در اختیار شما قرار میده که بتونید از تنوع لازم در ارائه الحان استفاده کنید. بسیاری از قرائی که بدون شناخت اقدام به تلاوت قرآن میکنند و بر اساس اون گزینه‌هایی که به صورت تقلیدی یاد گرفتن، معمولا در ارتباط با آیات وقتی قرار میگیرن از گزینه‌های محدودتری مجبورن استفاده بکنن، چون شناخت ندارن و نمیدونن راه‌های خروج از یک مقام به مقام دیگر و یا ایجاد تنوع و ترکیب چه راه‌هایی هستن. به طور خلاصه این فوایدی است که در ارتباط با بحث نغمه شناسی میتونیم مطرح بکنیم. در اینجا لازم هست که من باز به یک نکته به صورت خیلی خلاصه اشاره بکنم، این که الان که قرار هست ما در ارتباط با بحث مقامات صحبت بکنیم، چند نکته رو خیلی لازم هست که بهش اشاره بکنیم و به اصطلاح دوستان به اصطلاح این موارد دو مورد توجه قرار بدن. اول اینکه همونطوری که ما در تلاوت قرآن از نغمات عربی استفاده میکنیم، به همون نسبت هم مقامات عربی ببخشید تلاوت قرآن در مقامات عربی تأثیر داشته. ما در تلاوت قرآن مجبور هستیم که به خاطر ضرورت‌هایی که در تلاوت قرآن وجود داره، مثل تجوید، مثل وقف و ابتدا، نوع خاصی از موسیقی رو دنبال کنیم، در صورتی که در مقامات عربی این حالت وجود نداره. یعنی یک نغمه عربی رو شما اگر خواستید بخونید میتونید بدون هر گونه محدودیتی این نغمه رو اجرا بکنید، ولی وقتی این در قالب آیات و محدودیت‌هایی که ناشی از امر تجوید و وقف و ابتدا هست قرار میگیرید، مجبور شکل‌های این نغمات رو تغییر بدید. پس هیچ وقت ما در تلاوت قرآن نمیتونیم بگیم که مقامات به صورت کامل اجرا میشن، یعنی هدف ما در تلاوت قرآن مقام خوانی نیست، بلکه استفاده از ابزار نغمات برای ارائه آیات هست. بنابراین این محدودیت ها باعث شده که یک نوع رابطه خاصی بین مقامات عربی و موسیقی تلاوت ایجاد بشه. مطلب دوم این که مقامات عربی در تلاوت قرآن معمولا در بسیار از موارد به صورت ردیف هایی که منشعب از اون مقام اصلی میشن اجرا میشن و حتی دیده شده که در برخی از موارد یک مقام به چند قسمت کوچکتر تقسیم شده و در سه یا چهار نفس ارائه شده، مثل کارهایی که مرحوم مصطفی اسماعیل در برخی از مقامات انجام ده، مثل بیات شوری یا حجازکار و مقام های مشابه. مطلب سوم این که بدونید همواره چینش الحان عربی بر اساس اون چیزی که ما در جلسات قبل گفتیم که از مقام راست شروع می شد تا مقام های بعدی، در تلاوت قرآن به این شکل وجود نداره.
بلکه در تلاوت قرآن معمولا با مقام بیات شروع میشه و ترتیب مقامات هم به هیچ وجه در تلاوت ها رعایت نمیشه، چه بسا بعد از مقام بیات به جای مثلا فرض بفرمایید مقام سبا یا حجاز نهاوند خونده بشه یا راست خونده بشه. بنابراین این ترتیب تبعیت از ترتیب مرسومی که در موسیقی عربی هست نمی کنه. مورد بعدی این هست که همونطور که قبلا من عرض کردم در صحبت‌های خودم، مقام‌های عربی مقید هستن که از یک در واقع درجات خاصی اجرا بشن، در حالی که در موسیقی تلاوت چنین چیزی نیست. مثلا شما بیات رو در بسیار از جا نگاه میکنیم که مصطفی اسماعیل از پرده می شروع کرده، در اول سوره لقمان اونجایی که میگه بسم الله الرحمن الرحیم، در واقع این پرده پرده می یا سگاه هست، چون بلافاصله شما میتونید منتقل به سگاه بشید. اگر میخواست از پرده مثلا ری شروع بکنه بایستی یه مقدار پایین تر در قسمت پایانی بسم الله الرحمن الرحیم یه مقدار پایین تر میمد به این حالت بسم الله الرحمن الرحیم. این حالا شخصیت مقام بیات رو شکل میده، در حالی که مصطفی اسماعیل اینجا به خاطر محدودیتی که از نظر پرده صدا داشته در حالت سگاه این بسم الله رو ادا کرده بسم الله الرحمن الرحیم. بنابراین اون چیزی که در تلاوت قرآن استفاده میشه بر اساس مفاهیمی که قبلا یاد گرفته تصویر مقامات اصلی است، در قالب موارد به این شکل هست. مطلب بعد این که بسیاری از آهنگ‌ها یا ردیف‌هایی که در تلاوت قرآن استفاده میشه چیزهایی است که برای نخستین بار توسط خود اون قاری ساخته شده، یعنی این نیست که قاری این مقام عربی رو استفاده کرده باشه و در تلاوت به کار برده باشه، بلکه اون آمده و از این فضای ملودیک و نغمگی اون آهنگ استفاده کرده و یک ردیف جدیدی رو خلق کرده که ما میدونیم بسیاری از این ردیف هایی که توسط قراء مصری در واقع خلق شده و ابداع شده حتی مورد استفاده آهنگسازهای مصری هم در بسیاری از موارد قرار گرفته. مثلا یکی از اساتید مشهور موسیقی عرب در جایی در مصاحبه خودش گفته که من مثلا فلان آهنگم رو از مرحوم مصطفی اسماعیل از بیاتی که مصطفی اسماعیل در مثلا فلان سوره خونده دریافت کردم و به خاطر این نغمه‌ای که ایشون ایجاد کرده بود یک آهنگ رو از روی این نغمه اقتباس کردم. پس به این نتیجه میرسیم که همون طوری که الحان عربی و نغمات عربی روی تلاوت قرآن تأثیر گذاشته، تلاوت قرآن و ردیف‌های قرآنی هم که خودش یک نوع مستقلی از موسیقی هست روی نغمات عربی تأثیر داشت. از مجموع مباحثی که در این جلسه مطرح شد که البته خیلی هم خشک و خسته کننده به نظر می‌رسید به خاطر اینکه بیشتر مباحث فلسفی بود، به این نتیجه می‌رسیم که مکتب موسیقی تلاوت در عین حالی که از فضای موسیقی مقامی عرب استفاده کرده و ما هم در ادامه میخوایم همون مقامات رو بشناسیم، اما در این حال مکتب مستقلی است، نوع خاصی از موسیقی عربی است که به هیچ عنوان در جای دیگری مشابهت نداره و ضمن این که موسیقی بسیار مقدسی هست از نظر هنری نیز یک نوع موسیقی مستقل و ارتجالی محسوب میشه، یعنی موسیقی است که به صورت بداهه خوانی ارائه میشه. به نظر این جانب قاری قرآن و کسی که قرآن رو به صورت فی‌البداهه تلاوت میکنه بایستی دارای نبوغ بسیار زیادی باشه، چون در یک زمان فاکتورهای متعددی رو در تلاوت بایستی به کار بگیره، صوت، لحن، تجوید، وقت و ابتدا، سبک و بسیار فاکتورهای متفاوتی که همه اینها رو اگر شما بر روی هم جمع بکنید و در اختیار یک آدم منصفی قرار بدید به عنوان یک کسی که میخواد هنر رو بشناسه و هنرمند شناس هست، وقتی اینها رو در کنار هم قرار میدیم و مقایسه میکنیم با سایر انواع هنرهای تنقیمی 100% به این موضوع اذعان خواهد کرد که هنر تلاوت هنر بسیار پیچیده و سطح بالایی است از نظر کار هنری. انشاءالله در جلسات آینده در ارتباط با شناخت مقامات اصلی تلاوت خدمت شما خواهیم بود و این مقامات رو باز خواهیم شناخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.